تعداد مراکز انجماد تخمک در بریتانیا رو به افزایش است. مهمترین علت حفظ با کیفیت ترین تخمک ها در بهترین بازه زمانی زندگی زنان است. احتمال بیماری و ناتوانی در تولید تخمک از جمله دلایل مهم ذخیره سازی تخمک هستند. اما انجماد تخمک در دنیای امروز امکانات دیگری هم برای زنان ایجاد کرده. برای آنهایی که هنوز زوج مناسبشان را انتخاب نکردند یا می‌خواهند بدون ازدواج صاحب فرزند شوند. این روش برای زنانی که از نظر شغلی در دوران شکوفایی فردی هستند و فرصت بارداری ندارند هم موقعیت مناسبی فراهم کرد. روند انجماد تخمک از 20 سال پیش آغاز شده، اما در 2 سال گذشته بیش از 4000 زن در بریتانیا از ذخیره تخمک استفاده کردند. میدونم که قطعاً میخوام خانواده تشکیل بدم. همیشه میخواستم، ولی نمیدونم چه وقت این اتفاق میفته. بنابراین حتی اگر من با کسی ملاقات نکنم، هنوزم دوست دارم این روند رو طی کنم. فکر میکنم برای بسیاری از افراد انجماد تخمک هنوز جا نیفتاده. خب میتونین امروز تخمک رو کنار بذارین و خیالتون راحت باشه که چیزی روی اون تأثیر نمیگذاره. من الان 36 سالمه و واقعیت اینه که به مرور تولید تخمک در بدنم کمتر میشه. تخمک هایی که برای اهدا به چنین مراکزی سپرده میشوند سرنوشت جدایی دارند. در این مراکز زنان برای استفاده خودشان تخمک هایشان را ذخیره میکنند. انجماد تخمک باعث کند شدن فعالیت اجزای سلول و کاهش قابل توجه روند پیری سلولی می شود. وقتی آب منجمد می شه، در مایع در حال انجماد آرام آرام بلورهای یخ شکل می گیره. این بلورها می تونن به تخمک ها صدمه بزنن. در روش انجماد تخمک از نیتروژن مایع استفاده می شه، چون فرایند انجماد رو سریع انجام می ده و تخمک ها صدمه نمی بینن. در 2 دهه گذشته انجماد تخمک به تدریج در جوامع مختلف پذیرش بیشتری پیدا کرد. به خصوص برای زنان جوانی که مایلند زمان بیشتری را در جامعه فعال باقی بمانند و بارداری را برای زمان بهتری به تعویق بیاندازند. 10 سال پیش که این کار را شروع کردیم، یه کمی برای دیگران عجیب بود که کسی بیاد درباره منجمد کردن تخمک حرف بزنه. شرایط امروز فقط به خاطر پیشرفت‌های فناوری انجماد نیست. شبکه‌های اجتماعی هم اثرگذار بودند. جوان‌های نسل امروز فکر بازتری دارند و راحت‌تر می‌تونند در این باره حرف بزنند. نظام‌های بهداشت ملی در کشورهای مختلف هنوز هزینه انجماد تخمک را پوشش نمی‌دهند. این چالش بزرگی برای زنان است که آنها را بر سر دوراهی ادامه فعالیت اجتماعی یا بارداری و خانه‌داری زودرس قرار می‌دهد. همایون خیری، لندن.